در ادامه هشدارهای غرب به حضور نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین، آنالینا بیرباک وزیر خارجه آلمان گفته است که در صورت حمله بر اوکراین، مسکو با عواقب جدی آن روبرو خواهد شد. خانم بیرباک که به روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با دیمیترو کولیبا همتای اوکراینی خود صحبت میکرد، افزود که دیپلماسی یگانه راه برای حل تنش میان روسیه و اوکراین میباشد. اشغال بیشتر طوری که مکررن گفته ایم بهای سنگین در پی خواهد داشت. ما حاضریم که وارد یک دیالوگ جدی با روسیه شویم، زیرا دیپلماسی یگانه راه ممکن برای خونسا کردن وضعیت پرخطر فعلی می باشد. مذاکرات میان ایالات متحده و متحدین اروپاییش در مورد حضور ده هزار سرباز روسی در نزدیکی مرز با اوکراین هفته گذشته بدون نتیجه و در یک حالت بنبست به پایان رسید. در این حال، اوکراین میگوید که کیف و برلین هر دو به هدف پایان جنگ در شرق آن کشور در تلاش برای احیای مجدد مذاکرات چهار جانبه نورمندی که شامل آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه می شود متحدند. اوکراین که در مذاکرات هفته گذشته میان غرب و مسکو محروم بود، مکررن از متحدین خود این اطمینان را حاصل کرده است که بدون دخالت و رضایت کیف، هیچ تصمیم در مورد آینده اوکراین اتخاذ نخواهد شد. برای ما مهم است که نه برلین و نه هم پاریس در مورد اوکراین و بدون حضور داشت اوکراین تصمیم بگیرد و در ارتباط به روسیه در پشت سر ما بازی نکند. همزمان با تنش میان غرب و مسکو بر اوکراین، پترو پوروشینکو رئیس جمهور سابق این کشور برای محاکمه وارد اوکراین شد. رئیس جمهور سابق اوکراین به خیانت متهم است و یک چارانوال ادعا کرده است که او در فروش مقدار زیاد زغال سنگ دخیل بوده است که از طریق آن در سالهای 2014 و 2015 برای جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین کمک مالی فراهم شده است. آقای پوروشینکو ضمن رد این ادعاها جانشین خود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور کنونی اوکراین را متهم کرده است که به خاطر انحراف افکار عامه از مشکلات گسترده‌ای که اوکراین به آن مواجه است تلاش می‌کند که او را از لحاظ سیاسی به اعتبار سازد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.